سلام به شما بینندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های به سوی قهقرا با شما هستیم. امروز در خدمت سرمنگ بسیجی ماسدار محمد دیواریان هستیم و موضوع بحث امروز امنیت سفارت‌های کشورهای خارجی در ایران هستش. خب جناب سرمنگ، خوش اومدین. با درود به روح پرفضولات بنیانگذار افتضاح نظام و سلامی به بلندی دیوار چین خدمت مقام عظمای کراهت. حوزه فعالیت من و برادرها اینه که میریم بالا. ببخشید متوجه نشدم، یعنی میرین بالا؟ جون میریم بالا دیگه، شما وارد جزئیات نشو. ببین تو نظام جمهوری اسلامی یه عده چپ میرن یه عده راست میرن، ما هم فراجنایی عمل میکنیم، یعنی نه چپ میریم نه راست میریم، فقط یه راست میریم بالا، یعنی نه شرقی نه غربی، والایی اسلامی. بله آهام. بعد اون وقت شما دقیقا از چی میریم بالا؟ از همه چی؟ دیوار سفارت، خونه مردم، ریش امام راحل، چفیه مقام عظما، قانون اساسی، کروات برادر آقا پوتین، حسابای بانکی، موشک بالستیک، کلن هر چی که دم دستمون بیاد ازش میریم بالا. بله، اون وقت شما از چه طریقی میریم بالا؟ خب بستگی داره از کجا بخوایم بریم. مثلا از دیوار سفارت با نردبون میریم بالا، از خونه مردم دو سه نفری قلاب میگیریم میریم بالا، از ریش امام راحل با خاطرات مرحوم کوسه میرفتیم بالا، واسه مقام عظما هم گوشه چفیهشو میگیریم میریم بالا. بستگی به موقعیت داره دیگه، خب چجوری بریم بالا. عجب. خب این که نبردون میذارید از دیوار سفارت میریم بالا، این باعث نمیشه وجه بین المللیمون خرابتر از اینی که هست بشه؟ داداش وجه بین المللی کیلو چنده؟ این چیزا دیگه ملالی نیست. این چیزا رو دادین دست ظریف و اون ریش بلا تکلیفش که همچین وجه ما رو مالونده به هم که دیگه همه با هم دیگه بریم بالا. ما حوزه کاریمون حوزه بین المللی نیست، ما خزینه حال میکنیم، اینا واسه ما دخلی نهره، ما فقط چی میریم بالا. اما سفارت هر کشوری خاک اون کشور محسوب میشه و اینکه شما نبردمون میذارید میریم بالا خلاف قوانین بین المللیه. خب اگه خاک کشور اوناست پس اون محل ما چی کار میکنن؟ لانه جاسوسی درست کردن، خب برن تو کشور خودشون خاک بازی کنن. یه بار دیگه هم سفارتشون بیفته تو کشور ما، پارش میکنیم، میترکونیمش، میندازیمش کجا؟ بالا. آها، بعد از کجا به شما اجازه میدن از دیوار سفارت بریم بالا؟ از بالا. کدوم بالا؟ خیلی بالا. آها، از اون لحاظ. بعد خب از خونه مردم واسه چی میریم بالا؟ خونه مردم میریم بالا که یه چیزایی رو بیاریم پایین، آنتن بشقابی و بند وسط و پشه بند رو پشت بوم و سیر ترشی 7 ساله و اینا، این که بفهمیم خونه مردم که افتاده تو محل ما چه خبره، آدم باز از محلش خبر داشته باشه. خب جناب سرمنگ، چرا زنگ خونه رو نمیزنین از در برین تو؟ چرا از دیوار؟ یکی آوارو تو وقتی که دیوار هست چرا از در؟ در و پنجره و زنگ و آیفون و اینا که دیگه اصلا سوسولوازیه. ما اون موقع که اصلا دیوار مد نبود از دیوار میرفتیم بالا، بعدش هم دیوارو ساختن که ازش بری بالا دیگه، وگرنه دکور که نیست. که اینطور؟ اینم حرفیه. خب مبتکر و بنیانگذار این سیاست بالا رفتن کی بوده؟ والا بنیانگذارش که خود امام راحل بود که هنوز نیومده رفتن بالای ما، بعد خود مقام عظماست که بعد از رحلت امام رفتن بالا منبر، بعدم که هر شب میزنن میرن بالا دیگه. یه دیوار دشمنای نظام هم هست که چند بار ما ازش خواستیم بریم بالا اما متاسفانه بلندتر از قدمونه. در همین رابطه خوبه یادی بکنیم از ایثارگران و مفقودین راه بالا. جناب سرمنگ، شما این مهارت‌های بالا رفتن رو چطور کسب می‌کنید؟ والا ما آموزش‌ها و رزمایش‌های مختلفی داریم و یه سری دوره‌های تخصصی رو می‌گذرونیم، مثل دوره بالا بلندی، گرگم به هوا، بشیان و بالا بنداز، میزنم زمین هوا میره، از اون بالا کفتر میایه، قد و بالای تو رعنا رو بنازم، آخرش هم که ما زبالاییم و بالا می‌رویم. آها، یعنی شما این کارا رو زمان بچگیتون می‌کردین؟ بچگی چی اخوی؟ درست صحبت کن، میدن ببرنت بالا. کدوم بالا؟ همون بالا. بازداشتگاه؟ بالاتر. زندان؟ برو بالاتر. فهمیدم و متشکرم از حضورتون در این برنامه و شما بینندگان عزیز رو به بالا میسپارم. برو بالاتر. بالا.